خب بیا اینجا برات. این رینگ قشنگه؟ بله. خیلی خوشگله. به این اتاقم میاد. بله، ماجرا اینه که این فیک اصلی نیست. بیا اینجا برات در از نزدیک نگاه کن. ببین توی رینگای اصلی کشور سازنده این که این رینگ برای چه اتاقیه، مشخصهای فنی دقیقی رو ازش میگه. ولی عموماً توی رینگای فیک مشخصات دقیق نمیزنه، مثلا ننوشته برای چه اتاقیه، فقط سایز و ابعاد رینگ رو نوشته و اینکه تولید کجاستم ننوشته. این غیر از اینکه متریالش به درد نخوره، شکننده است، زود آسیب میبینه تا برمیداره، مطلب دیگه ای که داره اینه که سواری ماشین رو خیلی بد میکنه. سنگین تر هم هست درسته؟ سنگین تر، لرزش زود میفته توش، تعادل ماشین خیلی افتضاحه، چون اینا برای انواع اتاقا ساخته میشه، برای یک اتاق نیست. در ازاش این رینگ اورجیناله، اصلیه. اگر بیای اینجا میبینی که کشور سازنده رو داره، این جرمنیه و مطلبی که من خیلی باهاش کار دارم اینه، این رینگ برای اتاق A212 ساخته شده. این تو شرایطی که این ماشین 221ه و این رینگ مال این ماشین نیست، این یه فاجعه است. یعنی اینکه این آقا رینگ اصلی خریده کرده زیر ماشین با اونی که تایوانی انداخته خیلی تفاوتی نداره، چون این رینگ اصلی برای اسکلاس نیست. بریم تو اتاق فروش که من رینگا رو بهتون نشون بدم و مشخصاش رو بهتون بگم. هر مدل رینگ برای یک کد اتاقه و اینطور نیست که بگیم من مثلا از این رینگ خوشم میاد میخوام اینو بکنم زیر سی یا اون قشنگی بکنیم زیر ای کلاس. ما تو ایران انقدر تنوع نداریم و انقدر دستمون باز نیست که بیایم به کمپانی بگیم که این مدل رینگو مثلا برای اسکلاس تولید کنه. مجبوریم با اون چه که هست تو ایران بسازیم. و در مورد انتخاب رینگ، مخصوصا رینگایی که دست دوم میخواییم بخرین، ملاک اصلی بودن فقط نیست، اینکه کد اتاق برای کد رینگ برای اتاقی باشه که شما دارین خیلی مهمه. هندلینگ، سواری، اون ثبات ماشین روی جاده رو فوق‌العاده تغییر میده. اینکه بگی رینگ اصلیه ملاک نباشه. بریم داخل من بهتون نشون بدم که تفاوتشون چیه. این رینگ اول اصلیه، مید این جرمنی داره. دوم اینکه برای کد اتاق 221 تولید شده. اینکه با A شروع شده پارت نامبر قطع است. ولی این رینگ برای بنز اسکلاس 221ه. حالا با اون مشخص هایی که داره، مثل این چه رینگ و اینا، اونا هم هست که اونا رو بعدا حتما توضیح میدیم. و اینه شما نمیتونی برای ML استفاده کنی یا اتاقای دیگه. یا این که این رینگ البته این یه رینگ کمیابه، این AMGه، این رینگ CC2ه، یه چیزی یه مقدار کمیابه. خدمتون که عرض کنم این رینگ اصلیه، اما کمپانی BBS اینو تولید کرده و برای A203 تولید شده. چون رینگ AMG خوشگله، شما نمیتونید اینو بکنید زیر این کلاس. این منحصر به اتاق W203 هست. اینا خیلی تو سواری، تو هندلینگ و تو تعادل ماشین تأثیر داره.